دلو یو بخون کیرا پس ویچل نامه د کابل نیوز درون لیدون کو سلامون استری مشای دانن خبرونه تموز خیبر علا کوزای هر کلای کوم. امریکا دا افغان میرمن و بشری حقونو دا خوندیتوب لپار آرینا امیری دا زنگری استازی پتو گتا کرده دا. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د میرمن امیری له تخصص او تجربو څخه به ګټه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي رینا امیری د بشري حقونو او میرمنو د حقونو په برخه کې ځانګړي استازي ټاکلی چې بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو څانګې او د امریکا ملي امنیت ته به د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کوي. امیر په امریکا کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې دي او له دوو لسیزو را په دې خوا یې د ملګرو ملتونو امریکایي حکومت په مهمو څانګو او برخو کې دندې ترسره کړې دي. په همدې موضوع د بحث لپاره راسره سیاسي فعاله سوریا پایکان او د ښځو د حقوقو فعاله تفسیر سیاپوش میلمنې دي. دواړه ستړي مشي بس ته په خیر راغلی. بس به له تاسو را پیل کړو اغلی پایکان، چې تاسو د رینا امیری ټاکنه څنګه ارزوئ؟ سلام خدمت شما و خدمت میمان گرانقدرتان خانم تفسیر و همچنان بینندگان و همکاران گرامیتان. بسیار جالب است که اخبار توضیح و تقرر خانم رینا امیری را در مورد حقوق زنان و حمایت از حقوق بشر و ممکن است که حقوق اقلیت ها شنیدیم. اینجا میتونیم بگوییم که خانم امیری دو سال دو دهه در رابطه با افغانستان و پاکستان به حیث نماینده در زمان حکومت باراک اوباما کار کرده بود و در زمان لوی جرگه اول هم در 2002 در افغانستان بود و امرای دفتر یوناما کار میکرد. اما تاثیرگذاری کارهای چنین نماینده ها و چنین فرستاده ها در افغانستان یعنی مثبت نبوده و ما امروز شاهد وضعیت نابسامان مردم خود و زنان افغانستان در کل هستیم. و چرا خانم امیری را اینا انتخاب کردن و یک خانم دیگه که امریکایی هست و خانم امیری که افغان امریکایی هست، چرا اینا را اینا انتخاب کردن؟ دلیلش ای است که چند قبل زنان کنگرس امریکا و بعضی از کنگرسمنا به خاطر وضعیت نابسامان و بد زنان افغانستان حکومت بایدن تحت فشار قرار داده بود و این فشارها و باعث از این شد که باید حکومت از این که خود از فشار تا حد دور داشته باشه، حکومت تصمیم گرفت و آقای وزیر خارجه امریکا که باید چنین کار را انجام بده. و جالب ای هست که وزیر خارجه امریکا در این گزینش میگه که ما خواهان صلح و ثبات در افغانستان هستیم و خانم امیری در این راستا بر ما همکاری خوب خواهد کرد. یعنی معنیش ای هست که در صلح و ثبات افغانستان خانم امیری در گذشته هم فعال بوده. پس ببینیم که خانم امیری در امریکا مخصوصا زنانی که پروژه‌گیر بودند در گذشته ها در افغانستان و پروژه های مختلف کار می کردند در راستای حقوق بشر، حقوق زن، اطفال، و ما دیدیم که در زمانی که تخلیه کردن همکاران خود امریکایی ها و غربی ها، اینمی زن ها بیشتر از افغانستان رفتند و فعلا در اونجا یک کتله را تشکیل دادند. و ما چند قبل دیدیم که در سازمان ملل متحد یک تعداد از زنها به نمایندگی از زنان افغانستان خواستند که حق خواهی و عدالت خواهی کنند. ای به این معنا هست که اونمو کسایی که امرای حکومت های گذشته و امرای امریکایی ها و متحدین کار کرده بودند، عالمی خواهند که یک القیره در اطراف رینا امیری شاید اینا شکل بدن و از این طریق فشار بالای حکومت طالب ها داشته باشند. این یک آله فشار بر طالب ها هست، به خاطر از اینکه زن های افغانستان فعلا از حقوق عقه خود که عبارت از حق تحصیل است، حق کار است، حقوق سیاسی شان است، حقوق اجتماعی شان است، از تمام حق ها اینا محروم هستند و حال یک آله فشار قوی که اگر در آینده حکومت بخواید طالب ها را بشناسه رسما. در اینجا است که اینمی گروه از زن ها در دروازه های سفارت های دولت ها خواد رفتن، در برابر قصر سفید خواد رفتن
و دادخواهی خواد کردن. این در حقیقت یک پروژه هست به خاطر از اینکه تا حد حکومت امریکا خود براعت داده باشه و زنان افغانستان خوش ساخته باشه. بله. چنین یک گزینش را اینا انجام داد. بله پیکان اغلی پیکان در پروژه برخواد درست راگرزو کتا صورت و اغلی سپوش چه امیری به چمره و توانیگی چه در خزد حقوق سخدیفا وکری؟ بنام خدا، سلام علیکم، وقت همه بخیر، وقت بانوی بزرگوار همچنان بخیر. قسمی که همه ما میدانیم خانم امیری یک خانم هست که تجربه خوب داره و یک کارشناس خوبی هست، اما هیچگاه یک خانمی که خودش در افغانستان زندگی نکرده باشه، مشکلات یعنی متحمل نشده باشه، در بین افغانان نبوده باشه، هیچگاه نمیتونن اونا کار را بره به خاطر حق حقوق بانوان بکنن. به خاطر که امروز ما میبینیم خانما با چالش ها و مشکلات های گوناگون مواجه هسته و چیزی که حکومت امارات اسلامی همچنان تعهد کرده، طالب او تعهد خدا یعنی استادگی نکردن، یعنی کار نکردن و کار که میخواستن انجام بتن یا در توانشان بود همی بود که دروازه های مکاتب باید برای دختر خانما باز میکرد و همی قسم خانما که حق دیگه داشت، که حق کار داشت که باید انجام میداد و حق اجتماعی شان بود و چیز مهمتر که بود در ساختار حکومت اصلا خانما جایی نداره. خانم امیری فرصت خوبی هست اگر بتونه کار برای خانما کنه، گرچه تجربه ها ما را میگه که این خانم ها شاید کار نتونن به خاطر که اونا همیشه کار کردن که نفع خود دن اثر گرفتن و هیچگاه نخواستن خانمی که امروز نیازمند است و چگونه بتونن از حق و قاضی دفاع کنن نکردن. همگی شاهد است، ما هیچگاه نمیتونیم از آقای قروی پوشی کنیم، اما بازا فرصت خوبه به خانم امیری هست که چگونه بتونه از حق مسلمه بانوان افغان دفاع کنه، یعنی همگی امید از این میبره. اما باز ما تکرار میکنیم خانمی که دور است اجتماع افغانستان زندگی کرده باشه چگونه میتونه از خانمایی که در اجتماع افغانستان بازارها چالش ها و مشکلات ها مواجه بوده چگونه میتونه از حق از اونها دفاع کنه، یعنی درد از اونها را او نمیتونه درک کنه. درک که یک خانمی که صبحش آغاز با انتحار انفجار کرده آیا بانو امیری میتونه که را درک کنه؟ امروز کدام خانم میتونه این درد کنه؟ خانمی که در اینجا بوده و همه دردها را متحمل شده. باز هم میگیم فرصت خوبه یا موقع خوبه به خانم امیدی هست که ثابت بسازن از حق و حقوق مسلمه که خارج از افغانستان هست بتونه از او دفاع کنه، که ما میتونیم مثال خوبه بگوییم که در جام جهانی میتونن چگونه از حق و حقوق خانم ها دفاع کنه که در قبل به نام خانم یعنی پروژه ها بود، نهادها بود، اما متاسفانه پولشان به غارت رفت، همین قسم به کودکای افغانستان بود پولشان به غارت رفت. امروز ما نمیخوایم که باز ما را تجربه کنیم. اول خواست ما از حکومت امارات اسلامی هست که توجه خاصه به باروای افغان، به کودکای افغان و همه قسم برای همه شهروندای افغانستان داشته باشه. بله تاسو دیدید د اوکراین غلی امیری د هیواد بهر د حالت ژوند کی تاسو دل تاسو د خزو وضعیت څنګه ارزوي؟ اما گیره میبینن قسمی که حکومت امارات اسلامی تعهد کرده بودن با تعهدشان فعلا کار نکردن. در ابتدا گفته بودن که مطابق به شریعت اسلامی، به چارچوب شریعت اسلامی ما به حق حقوق خانم‌ها رسیدگی میکنیم، اما بیشتر از 4 ماه شده بیاین کدام کار را کردن؟ و جز از 7 مکتب در ولایت که دروازه هاش برای دختران افغان باز است، 27 ولایت دیگه سرنوشتش نامعلوم است. امروز خانم‌ها باید سر کارشان بره، پس چرا امروز نمیره؟ امروز چرا در کابینه یک خانم نمیتونه نمایندگی کنه؟ پس کدام کار را در حق بانوها کرده؟ امروز ببینین که دامنگیر افغانستان فقر شده، اقتصاد به کجا رسیده؟ زیادتر متضرر میدانین که کی هسته؟ خانما متضرر هسته، همین قسم کودکای سرزمین متضرر هسته. آیا چی شده؟ پس که ما در افغانستان زندگی میکنیم مشکلات میبینیم و مشکلات روز به روز از این که یعنی کاهش بیاد برعکسی افزایش پیدا میکنه. بازم خواست ما از حکومت امارات اسلامی است که توجه خاص داشته باشن و همین قسم از جامعه جهانی خاص مایی است که توجه برای مردم میکنن که بیشتر از 4 دهه اینا در جنگ بودن، اینا در مشکلات بودن، بخصوص بازم قشر زیادتر همیشه متضرر بوده که بوده قشر خانمایی سرزمین بوده. اغلی پیکان ولی چه هم در امریکای او پروژه ده؟ یقینا پس ایران نشان میده که اونا کارای میکنن که فقط شعاری باشه و نمایشی باشه. اگر میخوایم ثابت بسازن پس بیاین یک نماینده ویژه در افغانستان تعیین کنن که بتونن خدمت واقعی کرده.
کسی باشه که به نفع مردم کار کنه نه به نفع خود، و کسی باشه که نفع ملی را در نظر بگیره نه نفع شخصی خود و نه به خاطر یکی از نمایندگی های یکی از کشورها باشه که به نفع از او کار کنه. ما او زمان میتونیم یعنی امید ما زیاد شوه که خانم یا آقای یا هر شهروند افغانستان باشه به نفع دیگرا باشه، به نفع کودکای سرزمین باشه، به نفع خانمای سرزمین و همین قسم به نفع همه ملت افغانستان باشه. اما متاسفانه که امروز اصلا ما تا حال کس را ندیدیم که از نفع خود بگذره به خاطر نفع دیگرا. بازم تکرار میکنیم که یک فرصت خوبه برای بانو امیری است که اینجا خود ثابت و مردم افغانستان به خصوص برای بانو این سرزمین بسازه و همین قسم برای کشورهایی که امروز از اون نمایندگی میکنن یا دوستدار از این هستن که نمایندگی از بانو افغان کنن. از نمایندگی نمیتونه هیچگاه از بانوان با عزت و با شرف و شجاعی سرزمین کنه، او بانوایی که همیشه مشکلات ها را متحمل شدن در داخل افغانستان. بله. ما در خارج افغانستان هم نمیگیم بانوایی است که ناگزیر شدن خارج از افغانستان رفتن، امروز ناگزیر هستن، اما بانوایی که امروز میخواین کارهایی کنن هم اونا افغان نبودن، در افغانستان زندگی نکردن، مشکلات ندیدن، چگونه میتونن که امروز نمایندگی از همه بانوای افغانستان کنن؟ تاسو بیر تر اگر زو کتا صورت وی اغلی پیغام چې رینا امیری با څومره وتوانیږي چې اسلامي امارات قانې کړی چې هغه خزو ته حکومت کې ځای ورکړي یا هم په لوړ پوستونو لوړ چوکۍ کې کار وکړي. ما پیشترم گفتم که بانو امیری شاید که یک آله فشار باشه بالای طالب ها که در مورد حقوق زن ها طالب ها باید کارهای را انجام بدن، که یکی از شرط های جهان و جهانیان هم امی هست که در رابطه با حقوق زن و حقوق بشر بیشتر اینا فعال شوند. اما بانو امیری نماینده حکومت امریکا هست، او برای حکومت امریکا کار میکنن، یعنی که گزارشات از وضعیت زنای افغانستان جمع میکنه و در حد راپور به حکومت خود به وزارت خارجه خود تقدیم میکنه. این معنیش این نیست که این نماینده زن افغانستان باشه و یا از حکومت افغانستان باشه و بتونه که در داخل افغانستان مستر خدمات شوه. این به یعنی مسئولیت چنین گزینش ها فقط بر دولت امریکا هست نه به مردم افغانستان. از او خاطر من فکر میکنم که بانو امیری انوس خو برنامه کاریش معلوم نیست که چی کارهای خواهد کنه و من پیش بین هستم که شاید یک چند کنفرانس دایر بکنه، یک چند سمپوزیوم خواهد بگیره و یک چند زن افغان جمع بکنه و در اونجا دادخواهی کنه و گزارش تهیه بکنه و به حکومت خود بده. او فقط با خودشان کار میکنه. زن افغانستان امروز اونمو زنی هست که در داخل افغانستان با شعار نان، درس، کار، جاده و جاده با پا خیست و حق حرمت شد. او زن افغانستان با این گزینش هیچ نزدیکی نداره و این گزینش هیچ درد از این زن افغانی را که هر روز درد اولاد خود میکشه، درد بینانی و بیدرمانی را میکشه، هیچ فایده نداره، هیچ تأثیر نداره. بهترین کاری خواهد باشه که حکومت طالب ها وقتی که قدرت به دست گرفتن باید برنامه های بسیار قوی به خاطر مردم خود، به خاطر رفاه عامه روی دست بگیرن، که زنها هم جزی از او هست و زنها هم بخشی از افغانستان هست. به این خاطر لازم است که مسائل و مشکلات از داخل افغانستان حل شود. از بیرون ما دیدیم که فکرهای وارداتی، سیاستهایی که از بیرون آمدن هیچ به درد مردم افغانستان نخورد. تا در 40 سال است که مردم افغانستان بی خانمان، آواره و همه در هر دوره مهاجر شدند و در کشورهای دیگر رفتند. امی لحظه هم زنهای افغانستان در کمپ ها به سر می برد. در خود امریکا هنوز اسکان پیدا نکردند بسیاری هایشان. این مشکلات بسیار زیاده است که زن افغان و اطفال افغان می کشد. فلحاظا این گزینش ها کاری خواهد شد که فقط یک صدای از دور به خاطر از اینکه خاموش کرده باشن فشار کانگرس حکومت این کارا را انجام میده. بله اغلی پایکان فکر نکوی چې دا هم د پخوانی حکومت تیر تکرار دی، ځکه هلته هم یو د پرموټ په نوم یو پروژه وا چې د پخوانی ولسمشر میرمن رولا غنی مخته وړله، دا هم داسې یو پروژه ګڼئ؟ بله ای هم از جمله پروژه های هست که در گذشته مثل پروژه پروموت آورده بودن و می گفتن که ظرفیت سازی میکنیم. کسایی که صنف 12 را خوانده و برای اینا کار یاد میدیم.
در حالی که ما هیچ ندیدیم که چی کسی کدام کار را در امو وقت و زمان 5 سال در بر گرفت و چی ظرفیت های به وجود آمد دیدن نشد و مؤثر نبود. این هم عین پروژه هست و خانم رینا امیری شاید خوب بتانه پروژه های را روی دست بگیرن و بسیار مصارف گزاف خواد شد در این راستا، پول ها و دلار های زیاد به مصرف خواد رسید، اما بر زن افغان، بر اطفال پابرهنه از او، بر اطفال که لباس نداره، بر اطفال که به خانه های سرد زندگی میکنن، نان نداره، زیر خیمه هاست، ایش تأثیر نداره و مؤثریت نداره. در بیاد افغان خزو پا سرنوشت معنی لوبه نده؟ نمیتونیم بگویم که اینا بازی میکنن، ولی ما میگیم که اصلا سرنوشت زنهای افغانستان یک پروژه سیاسی شده. میتونیم بگویم که یک جریان سیاسی شده، برای اینکه دنیا امروز به امی بهانه که باید حقوق زنهای افغانستان در نظر گرفته شود با طالب ها در تعامل رسمی نیستن و طالب ها هم از جهان میخواید که تحریم هایشان حذف کنن، از بین ببرن. پس چرا زنهای افغانستان جهان موضوع سیاست ساخته؟ چرا حقوق زنهای افغانستان موضوع سیاسی شده؟ زنهای افغانستان شایسته از این نیست که دنیا بازی بکنه با حقوق زنهای افغانستان. ما آرزو داریم که دنیا سیاست با سرنوشت زن افغانستان گره نزنه و با سرنوشت مردم افغانستان گره نزنه. من میدانم که امروز سرنوشت زن افغانستان، مردم افغانستان گره خورده با منافع کشورهای منطقه و جهان و اونا به خاطر منافع خود چنین سیاستهایی را روی دست میگیرن. و امریکا ولی فکر نکنم که بله اغلی پیکام امریکا ولی افغان میرمنو په حقوق معنی سیاسی لوبه یا سیاست مختویه. خب امریکا در عرصه نظامی در افغانستان یعنی با یک توافق تانست که از افغانستان برای جنگ بسیار طولانی را پشت سر گذاشتن و مردمش تحت فشار حکومت خود و هزینه های بسیار زیاد گرفت، به این خاطر اینا برآمدن از افغانستان. ولی در عرصه سیاسی هنوز هم میخواین و در عرصه اقتصادی هنوز هم میخواین در منطقه حضور داشته باشه. حضورشان در منطقه با بهانه های مختلف میتونه که در افغانستان هم راه داشته باشن. چنانچه بایدن در گذشته ها گفت که ما اگر به شکل فیزیکی از افغانستان خارج شدیم، ولی غیر مستقیم ما میتونیم که کارهای در داخل افغانستان توسط نماینده هایی که در داخل افغانستان است انجام بدیم. این هم یکی از کارهایی هست که در آینده از طریق زنهای افغانستان و از طریق نماینده خاصشان که اولین بار است دولت امریکا چنین یک نماینده را در امور افغانستان میگماره، البته در امور زنهای افغانستان، این کار شاید انجام بده. مننه. که تاسو ته شو اغلی سپوش، اغلی امیری به څومره وتوانیږي چې له افغان میرمنو سره مستقیمه رابطه جوړه کړي او څومره به مؤثره تمامه شي؟ وقتی که ما اینجا میبینیم امی که به عنوان نماینده ویژه از طرف حکومت امریکا به خاطر حق و حقوق خاربا هسته و همی قسم کودکا را گفته و موضوع اقتصادی را همچنان تذکر داده، پس به این مانا هسته که هر وضعیتی که در افغانستان میباشه اونا میتونن از او دفاع کنن، پس به این مانا که اونا نمایندگی میکنن. یعنی بازم تکرار گپ قبلی ما، خانم امیری میتونه که از فرصت استفاده کنه و به داد و فریاد خانمایی که امروز نیازمند است صدای از اونا را به جامعه جهانی برسانه و کار کنه. مثل که بانو پیکان گفتن، نباید موضوع خانما را اونا سیاسی بگیرن و او را سیاسی بسازن، چرا که امروز یعنی حکومت امارات اسلامی نمیتونه که نیم پیکر جامعه را نادیده بگیره یا در قسمت از اونا تصمیمات نداشته باشن و تعهد که کردن، وعده هایی که کردن بیان را عملی کنن تا بر جهانیان ثابت شود که حکومت امارات اسلامی چیزی که در ابتدا تعهد کردن امروز به تعهدشان استاد است، تا اونا همچنان قابل قبولشان حکومت امارات اسلامی باشه و کارهای خوبه را روی دست اول خود حکومت امارات اسلامی داشته باشه که ما بدانیم که هایا حق خانما را که مطابق با شریعت اسلامی گفتن درست در نظر میگیرن یا درست در نظر میگیرن. در اواخر ما میبینیم که چند مورد را در مورد خانما گفته که او را ما میتونیم بگوییم که 1400 سال پیش هم گفته شده بود. ما نمیتونیم که امروز بگوییم که این حق خانماست، او گفته شده بود و برشان داده شده بود. امروز بیاین که چی کارا
کنیم. امروز چگونه بتونیم که خانما را در ساختار حکومت داشته باشیم، در کابینه چگونه بتونیم اینا را جای بدیم و همین قسم چگونه بتونیم حق تعلیم و تربیت که حق مسلمشان است، بعد از نامی که ما حق برای والدین خود داره هر کودکی که داریم یا دارن، حق تعلیم و تربیتشان است. پس چرا امروز دروازه ها بر روی دختر خانم دخترها یعنی بسته است و بسته بود؟ ما امید داریم که به سال تحصیلی که آغاز میشه توجه خاص داشته باشن و پلان های خوب داشته باشن. ما نمیخوایم که دیگه دخترای سرزمین سرنوشتشان نامعلوم باشه. و همین قسم ببینید که ما چقدر معلم ها داشتیم، همین قسم ببینید که ما چقدر کارمند ها در وزارت های متفاوت داشتیم، ما چقدر وزرا داشتیم. امروز سرنوشت هیچ کس نامعلوم است. حداقل اینا بیان کاول به خود ثابت بسازن برای شهر مردم های افغانستان، به شهروندای افغانستان. درست است ما ادعایی که کرده بودیم امروز میخواهیم تا جایی او را عملی کنیم. بازم تکرار میکنیم بخصوص در قسمت بانوان افغانستان که قشری هست که همیشه متضرر بودن و همه قسم کودک های سرزمین در هر خیابان میبینیم که چقدر کودک از کارهای شاقه انجام میده. امروز اگر میخواین که یک حکومت همه شمول داشته باشن، یک حکومت باشه که تکمیل باشه، باید خانما را سهمشان را در نظر گرفته و حق و حقوق مسلمه که در دین مقدس اسلام دارن و همین قسم در قانونای دیگه که وضع شده از طرف خود بشر و را در نظر گرفته، چیزایی که مورد قبولشان است و مطابق با شریعت اسلامی است برشان بده تا جهانیان هم بفهمه که امروز حکومت امارات اسلامی چیزی که گفته بودن با او یعنی پابند هستند. و همین قسم بانو حمیدی که امروز نماینده ویژه خاص هست در امور حق و حقوق خانما، باید چی کارا را طرح‌ریزی کنن تا بتونه حکومت امارات اسلامی را قناعت بدن که در اینی امورات میتونه خانما یعنی دستاوردهای خوبه داشته باشه؟ نه اگر کم برخی دی کم پلان نه کم طرح دی چیده باید بخصوص امروز زیادتر مهم حق تعلیم و تربیت بانوان است که دین مقدس اسلام هم چنان بر دخترها داده. امروز چگونه یعنی پلان های طرح شوه که تا ما بتانیم عامی خوبه برای سال آینده باشیم برای دخترای سرزمین، برای بانوی. میای موضوع دیگه که مورد کار است. امروز ببینیم که چقدر خانما بی سرنوشت هستن در خیابان ها. امروز چون اونا داد فریاد میکنن، حتما درد دارن که اونا داد فریاد میکنن، بعد داد فریاد از اونا برسن. و چیزی که بازم مهم است در کابینه باید سهم خانما در نظر گرفته باشه، گرفته شد. اما همین قسم در ساختار حکومت امور سیاسی زیادتر در یک کشور مهم است و امور اقتصادی. وقتی که امور سیاسی و امور اقتصادی خانما سهیم نباشه، پس وقت هیچ وقت ما ادعا نمی‌کنیم که ما میتونیم یک حکومت خوب و بهتر داشته باشیم. حالا هم سر وقت است. 4 ماه گذشته نادیده گرفتین، اما بیاین که از همیال شروع کنیم. هم در قسطاس اسلامی امارات در خزو در حقوق پاره بانی چه وراندیزونه لره چه لره چه باید بیکی؟ سکنین جایگاه زن در دین مقدس اسلام یک جایگاه بسیار بالا هست که در هیچ ادیان برای هیچ زن داده نشده بجز از دین مقدس اسلام. ما خواهان از هستیم که مطابق به شریعت اسلامی، مطابق به دین مقدس اسلام حق و حقوق ما رو بده، که ما همه حق و حقوق را در دین مقدس اسلام داریم. ما نیاز به دیگر ایزی نداریم که کدام پلان طرح کنن، اما پلان به خاطر چی طرح کنن؟ تا ما بتانیم برنامه‌های خوبتر و بهتر پیشروی داشته باشیم، تا بتانیم که یک حکومت یا یک افغان آری از خشونت، آری از جنگ داشته باشیم و در او صلح سراسری باشه و حق و حقوق همه شهروندای افغانستان در نظر گرفته باشه و همه شهروندای افغانستان خواهان یک حکومت همه شمول است. و ما همچنان مردم افغانستان از جامعه جهانی ای امید داره که باید بعض مواردی که در قسمت افغانستان از در نظر بگیرن، به خصوص اقتصاد افغانستان و به خصوص سیاست که امروز میخواین که دامنگیر مردم افغانستان کنن که بیشتر از 100 سال است که دامنگیر ما از وړاندې کپلن نو کړه ته که اسلامی امارات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو پان خبره کړي واغې کې شپږ وړاندې زونه شوی ټیکسی وانان واغې د پاره هغه څومره د منلو ده؟ دین مقدس اسلام بعضی محدودیت ها و شرایط های را یعنی گفتت برای همگی، به خصوص برای بانان، اما هیچ وقت به ضررش نبوده، همیشه به نفعش بوده. امروز اگر حکومت امارات اسلامی بعض چیزها را هم چنان میگن، بیاین ببینن که آیا این به نفع بانو هست؟ آیا ما در نظر بگیریم که امروز بانوا در کدام شرایط قرار دارن، اونا چی نیازمندی ها دارن که ما مطابق بر از اونا برشان ما کار را کنیم مطابق به شریعت اسلامی، اما ما خواسته های از اونا را در نظر بگیریم باشه. امروز بگیریم که ما چقدر بیوه ها داریم. مننه ام دغه وړاندیزونه څومره تاسو ته معقول د خزی د حقوق په فعال تناسب باندې تاسو ته څومره معقول دغه وړاندیزونه؟
خاص همه خانمای سرزمین و خاص همه مردم این سرزمین ای است که حکومت امارات اسلامی هر چی زودتر تصمیم در قبال وطنداراش بگیره و همین قسم حکومت امارات اسلامی همچنان نیازمند از این است که خانما همچنان در کنارشان باشه کار کنه و همین قسم ما یعنی افغانستان از اقوام متفاوت داره و تشکیل شده اونا رو همچنان در نظر بگیره تا یک حکومت همه شمول ما داشته باشیم در آینده. اگر یک چیزا را حکومت امارات اسلامی در نظر نگیره پس چگونه میتونن به جهانیان خود ثابت کنن و چگونه میتونن برای همه شهروندای افغانستان خود ثابت کنن چیزی که ما در ابتدا گفته بودیم و چیزی که تعهد کرده بودیم امروز ما او را عملی میکنیم. ما مردم افغانستان خواهان از این نیستیم که بر ما فردا هر چیز اونا باید معیا کنن. ما خواهان از این نیستیم که حداقل 5 سال بعد 10 سال بعد ما یک کشور عاری از جنگ داشته باشیم، عاری از خشونت داشته باشیم. امروز بیان خواهرانشان را در کنارشان بپذیرن. بازم تکرار میکنیم اونا نمیتونن که نیمه پایکر جامعه را نادیده بگیرن. اغلی سیاپوش لطاسو نڑی منن نو پایکان لطاسو هم نڑی منن کم چه باسک مراسر گردون درلود درنو لیدن کلطاسو هم نڑی منن چه باسک مراسر تردیزه پوری وارد نورم پلوی و بخون کراب سوارم خوشحالا شیبی بولاری.